السلام علیکم عزیزم انشاءالله که اوقاتتان بخوشی سپری شد طاعت عبادت شما قبول باشد میایم به موضوع انتگرال های غیر معین به سوی مکتب محاسباتش شکل چهارم را که شما روبرو میشین عبارت از کسور ناطق میباشن یعنی شکل های کسری را انتگرال غیر معین شه محاسبه بکنیم خب فراموش نکنین عزیزم که شما نیاز است باید تجزیه کسور قسمی را حتمی باید تکرار بکنین دیگه حتما یک بار در درسایتان تجزیه کسور قسمی را 100% تکرار کرده بعدا برین باز روی درس انتگرال بسیار ساده و بسیط حتما شما برداشت خود کردین در آغاز میایم شکل او کسرهایی را کار میکنیم که مخرجشان قابل تجزیه نباشه بعدش باز شکل سوالات خود آهسته آهسته تغییر میدیم میایم در سوال اول اگر داشته باشیم دی اکس بر اکس مربع منفی 4 اکس مثبت 7 ببینین عزیزم در سوال انتگرال دی اکس بر اکس مربع منفی 4 اکس مثبت 7 شکل کسری شد تجزیه میکنیم یک هفت 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 جمع یک هشت حده وسط نمیته یعنی قابل تجزیه نیست میریم با استفاده از تکمیل مربع تجزیه نو ششم حد اول یک گردد شکر یک است حد وسط نصف میسازیم یعنی چهار تقسیم دو تجزیه را مطمئنا کسی که انتگرال میخوانه بسیار عادی یاد دارن دور مربع میسازیم دو که مربع شد چهار میاریم در افاده خود یک بار جمع یک بار منفی می سوزد پس در این چه انتگرال میشه سه حد اول شکل مربع کامل می گیره x منفی دو کل مربع از مثبت هفت که چهار کم شد مثبت سه به عوض سه هم نوشته می کنیم جذر سه کل مربع از داخل قوس مشتق می گیرم از x یک پس نیاز نیست چیز اضافه نمیشه میتونید دی x x منفی دو نوشته بکنیم چیز تغییرات نمیارم پس میتونم شکل یک بر ای چرا علامه مثبت است که بر ای آر تانجانت اکس بر ای را شکل شکل گرفت اکس ما چی است قیمتش اکس منفی دو ای ما چی است جذر سه یعنی در آغاز سوالات را کار میکنیم که مخرجشان قابل تجزیه نباشه خب ببینید دوستا باز هم سوال داریم انتگرال دی اکس بر اکس مربع منفی 6 اکس منفی 1 تجزیه میکنیم یک ضرب یک یک از یک یک کم شد صفر قابل تجزیه نیست پس حد اول یک است حد وسط نصف میسازم 6 تقسیم 2 میشه 3 3 را مربع میسازم 3 مربع 9 حالا در افاده مخرج اکس مربع منفی 6 اکس یک بار جمع 9 یک بار منفی 9 میسازم در این صورت میشه انتگرال دی اکس بر از حد اول جذر اکس علامه از حد وسط از نو جذر سه نتیجه با دو ضرب کنین دو سه شش اکس حد وسط هم ایته اگر نداد به این معنی که ما درست تجزیه نکردیم منفی نو منفی یک میشه منفی ده به عوض دام میشه جذر ده کل مربع علامه منفی است شکل اکس مربع منفی ای مربع شکل شکل گرفت از اکس مشتق بگی یک چیز را کم یا زیاد نمی سازم یکی بر دو ای ای ما از جذر ده میشه الینه ضریب اکس مثبت است قوس صورت منفی میگیرم اکس منفی سه منفی جذر ده بر اکس منفی سه مثبت جذر ده در سوال سوم شما توجه بکنین عزیزم 2x منفی 3 بر 2x مربع منفی 6x مثبت 3 در صورت حرف دارم اول از مخرج یک مشتق میگیرم میشه 4x منفی 6 بین اینا یک دو مشترک است 2x منفی 3 این شکل در صورت آمده پس مشکل نیست میتونم ای را نیاز به تجزیه نداره نوشته کنیم صورت هم دی 2x مربع منفی 6x مثبت 3 بر 2x مربع منفی 6x مثبت 3 در اینجا ببینید چی اضافه میشه یک دو یک دو اضافه میشه پس یک دو تقسیم میکنم مشترک که بگیریم 4x منفی 6 است دو اضافه شده بود دو رو تقسیم کردم یک بر دو
اگر یو نام بانیم دی یو بر یو میشه الین یو دو اکس مربع منفی 6 اکس مثبت 3. این نیاز به تجزیه نبود. یعنی در هر سوال باید شما مهارتی را داشته باشین که ببینین سوال ما از کدام شکل کار میشه. حالا ببینین اگر تنها یک حرف باشه چیگونه تغییرات میتونه آورده به سوالات. خب ببینین دوستا بازم مخرج قابل تجزیه نیست. دی اکس بر دو اکس مربع منفی 3 اکس منفی 1 میشه. در این صورت دوستای عزیز زمانی که سوال روبرو شدین در صورت ببینین حرف وجود ندارم. مستقیم میریم تکمیل مربع میکنیم. حد اول یک گردد. یک دو مشترک میگیرم. اکس مربع منفی 3 بر 2 از اکس منفی 1 بر 2. دی اکس خودش باشه. حد اول یک شد. حد وسط نصف گردد. یعنی 3 بر 2 تقسیم 2 شوه. این میشه 3 بر 4. 3 بر 4 مربع شوه. 9 بر 16. یک بار در افاده ما جمع و یک بار تفریق شد. یک بر دو را ضریب است. میارم یک بر دو ضریب دی اکس بر اکس مربع منفی 3 بر 2 از اکس مثبت یک بار جمع 9 بر 16 دیگه بار منفی 9 بر 16 منفی یک بر 2 خودش باشه. سه حد اول مربی کامل میشه. یک بر 2 دی اکس بر عد اول اکس از عد اخیر 3 بر 4 علامه هم از عد وسط منفی. بین از نام اخراج مشترک میگیرم 16 16 منفی 9 منفی 8 منفی 17 میمون. از حد اول اگر مشتق بگیریم از اکس منفی 3 بر 2 1 چیز کم یا زیاد نشده. به عوض از این میشه جذر 17 بر 4 کل مربع نوشته کنیم. یعنی دی اگر تغییر دیفرانسیال هم بتون 3 بر 4 چیز کم یا زیاد نمیشه. بر اکس منفی 3 بر 4 کل مربع منفی جذر 17 بر 4 کل مربع. در این صورت تجزیه ببینین علامه منفی است. شکل تفاضل مربعات داره. پس میتونه نوشته که یکی بر 2 ما خودش باشه. یکی بر 2 ای یکی بر 2 ای ایمام جذر 17 بر 4 الن اکس منفی ای چرا اکس ضریبش مثبت است خاص صورت منفی می اکس منفی 3 بر 4 منفی جذر 17 بر 4 بر اکس منفی 3 بر 4 مثبت جذر 17 بر 4 اینجا میشه 2 2 4 4 با 4 خلاص 1 بر جذر 17 الن امو افاده جواب ما. انتگرال x مثبت 1 بر x مربع منفی 2 x منفی 1 است دی x. حالا ببینید از این مشتق میگیرم 2 x منفی 2 اما صورت است x مثبت 1. در آغاز میارم میبینم ضریب میسازم 2 x 2 x با وجود آوردم 1 بر 2 تقسیم میکنم اینجا چند میاد 2 x منفی 2 منفی 2 اضافه میکنم. حالا همه مهارت ما امی است که ما باید که 1 بر 2 رو ضرب کنیم اما عدد به وجود بیاد. ببینین اینجا 1 بر 2 رو من ضرب میکنم 2 با 2 خلاص اکسش ماند این منفی 1 شد. این حالا باید اینجا چند باشه؟ مثبت 4. چرا؟ ببینین 1 بر 2 رو داخل ضرب میکنیم 1 بر 2 2 با 2 خلاص اکس منفی 1 مثبت 4 تقسیم 2 2
حال پس ببینید دوباره x مثبت 1 به وجود آمد یعنی. پس همه تان فکرتان باشه که نفهمیدین سوال را باید به این شکل ضریب ضرب کنین دوباره میفهمین که ما کدام حرف اضافه کنم. سعی کنین 2x منفی 2 شد. این را ساختن 2x منفی 2. عدد ثابت شد در نظر نگی یک بار. میفهمین یکی بر دو ضرب میکنیم. دو با دو خلاص x. xش درست است آمده. منفی 2 تقسیم 2. این یک دو را فهمیدیم که از این ضریب آوردیم. منفی 1 شد. این حال اگر یک شاگرد مثبت 2 بگیره اشتباه کرده دیگه. چرا دو با دو خلاص از یک یک کم شد صفر. حرف مکمل از بین برده نیه. پس باید بفهمه که من مثبت 1 با وجود بیارم اینجا باید چند باشه؟ مثبت 4. چون 4 تقسیم 2 2 میشه. از 2 که 1 کم شد باز نتیجهش 1 کم میمونه. بر مخرج دارم x مربع منفی 2x منفی 1 از dx. حالا مخرج ها رو جدا میسازیم. مخرج جدا میشه یکی بر دوی قسمت اولش اینی قسمت هم میتونم دی x مربع منفی 2x منفی 1 بر x مربع منفی 2x منفی 1 نمیشه کنم. عدد 1 مشتق صفر است کدام تغییر نمیاره. مثبت 4 یکی بر دو هم ضریب داریم. مثبت 1 بر 2 4 میای ضریب دی x بر x مربع منفی 2x منفی 1. انال ببینین قابل تجزیه نیست مخرج و صورت هم حرف نداره. او رو تکمیل مربع می سازیم. این خمیشه یکی بر دوی الن x مربع منفی 2x منفی 1. مثبت 2 باشه. حد اول 1 گردد 1. حد وسط نصف شود. 2 تقسیم 2 1. 1 مربع شود 1. دی x بر x مربع منفی 2x مثبت 1. 1 بارم منفی 1. 1 منفی 1 هم خودمو داریم در سوال. حالا میشه یک بر دو را اگر ببریم در نما این میشه ln x مربع منفی 2x منفی 1 به نما یک بر دو جمع دو خودش تکمیل مربع میکنم. dx میشه حد اول x منفی 1 کل مربع منفی 2 را میگیرم جذر دو کل مربع. از x مشتق میریم 1 چیز را کم یا زیاد نمی سازیم. ln x مربع منفی 2x منفی 1 به نمای 1 بر 2 میتونیم نمای جذری هم بسازیم. 1 بر 2 a دو خودش باشه 1 بر 2 a دو جذر 2 ln ضریب x مثبت است پس قوس صورت منفی x منفی 1 منفی جذر 2 بر x منفی 1 مثبت جذر 2. این دو هم با دو اختصار میتونم او رو به نما ببرین پس یک شکل حاصل ضربم سوال بیارین. تشکر دوست از توجهتان. انشالله شما تجزیه کسور قسمی رو یک تکرار داشته باشین که روز بعدی شکل کسر ناطق حالتی که قابل تجزیه باشه از با استفاده از تجزیه کسور قسمی کار خواد کردیم و انشالله بعدش باز میریم به انتگرال های معین. تشکر از توجهتان.